پروژم رو من میخوام ذخیره بکنم که دفعه بعد باز دوباره ازش استفاده بکنم. باید برم روی قسمت فایل و ذخیره در کامپیوتر شما رو بزنم. وقتی اینو میزنم پنجره برای من باز میشه که از من میپرسه کجا ذخیره بکنم و با چه نامی. من روی دسکتاپ اینو ذخیره میکنم یا یک گوشه درست میکنم روی دسکتاپ به اسم مثلا پروژه. و درون این پوشه با نام ماهی یا بهتر بنویسیم آکواریوم این رو ذخیره میکنم. الان این پروژه من ذخیره شد. حالا اگر من اینو ببندم و اینو لیف بزنم ببندم و حالا دوباره اسکرچ رو باز بکنم، میخوام همون پروژه ماهی رو یا آکواریوم رو باز بکنم و ادامه کار رو اونجا انجام بدم، چیزهای دیگه ای بهش اضافه بکنم. میرم از قسمت فایل، بارگذاری از کامپیوتر شما، دسکتاپ و پوشه پروژه رو باز میکنم. پروژه آکواریوم که ذخیره کرده بودیم رو اوپن یا باز میکنم. میگه محتویات پروژه فعلی جایگزین گردد. اوکی میکنیم و پروژمون با همون چیزی که دستوراتی که قبلا طراحی کرده بودیم به همون شکل برامون باز میشه. نکته که هست این شکلکی که من انتخاب کردم، اگر دقت بکن بریم تو قسمت حالتها، میبینید که حالتهای مختلف داره. خب من میتونم هر بار از حالتهای مختلف این استفاده بکنم. چجوری این کار میکنم؟ از برمیگردم تو قسمت کد، از این شکلکم چند تا کپی میگیرم، راست کلیک، تکثیر، راست کلیک، تکثیر، راست کلیک، تکثیر. الان من 4 تا شکلک دارم که همشون یکسان هستن، جاهاشو میتونم تغییر بدم. حالا چیکار کنم که حالتهای مختلف باشه؟ میرم روی مثلا شکلک دوم تو قسمت حالتها، میگم این حالت رو برای من انتخاب کن. میرم روی بعدی، میگم این حالت رو انتخاب کن و میرم روی بعدی این حالت. الان من 4 شکلک با عنوان ماهی دارم که حالتهای مختلف رو دارن.